درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در روزگاران قدیم در یکی از شهرهای سرزمین پهناور ما مرد جوانی بود که زندگیش را از راه ماهیگیری می گذراند. او مرد قانع و خداشناسی بود و همیشه به درگاه خداوند به خاطر روزی که به او می رساند شکر می کرد. هرچند روزی او بسیار اندک بود. روزگار به همین منوال می گذشت و مرد ماهیگیر هر روز به دریا می رفت و با ماهی صید شده‌ای بر می گشت. تا اینکه بخت از ماهیگیر روی برگرداند و مدت‌ها بود که دیگر هیچ ماهی به طور او نمی افتاد و او هر روز دست خالی به خانه برمی گشت. اما هرگز ناامید نمی شد و هیچگاه ناشکری به درگاه خداوند نمی کرد و می گفت: بار الها، تو از اول زندگی من روزی مرا رسانده ای و اگر اکنون من چیزی برای روزی خود نمی یابم، حتما شکر درگاهت را درست به جا نیاوردم. ولی من باز هم به درگاهت شکر می کنم، چون روزی رسان واقعی فقط تو هستی. صبح یکی از روزها ماهیگیر دوباره به دریا رفت و تورش را به آب انداخت و منتظر شد تا شاید ماهی ولو کوچک در هوس طعمه‌ای به تورش نزدیک شده و در آن گرفتار شود، تا ماهیگیر قصه ما دلی از عزا درآورد. ساعت‌ها نشست تا اینکه ناگهان احساس کرد تور سنگین شده. خوشحال در حالی که تور را بالا می‌کشید، تصویر ماهی چاق و چله‌ای را هم در ذهنش می‌پروراند و برای ماهی بیچاره نقشه‌ها می‌کشید. وقتی تور بالا آمد، چشمان ماهیگیر بیچاره از تعجب و ناامیدی چهار تا شد و به جای ماهی چاق و چله قورباغه زشت و بزرگ جا خوش کرده بود. ماهیگیر قورباغه را به دریا بازگرداند و با دلی غمناک دوباره تور را به آب انداخت و باز انتظاری سنگین را شروع کرد. بعد از مدتی دوباره تور سنگین شد. ماهیگیر با خودش گفت این بار حتما ماهی بزرگی به تور افتاده و خدا را شکر کرد. وقتی تور را بالا کشید، نزدیک بود از ناراحتی قالب تهی کند. دوباره همان قورباغه زشت طعمه را خورده و در تور نشسته بود. این بار ماهیگیر عصبانی قورباغه را به طرف دریا پرتاب کرد و قرزنان باز هم تور را به آب انداخت و منتظر شد. در همین لحظه دوباره تور سنگین شد و ماهیگیر بیچاره با همان قورباغه مواجه گردید. ماهیگیر گفت حتما روزی من امروز این است و قورباغه را با خود به خانه برد. فردای آن روز به قصد صید از خانه بیرون رفت، ولی آن روز هم نتوانست چیزی صید کند. غروب وقتی به خانه برگشت، نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. همه جای خانه از تمیزی برق می زد و روی زمین سفره پهن بود که انواع غذاهایی که ماهیگیر در تمام عمرش آنها را حتی به خواب هم ندیده بود وجود داشت. ماهیگیر با خودش فکر کرد که حتما یک انسان بخشنده‌ای که از آنجا رد می شده آنها را برای او بخشیده است و یا شاید معجزه‌ای رخ داده است. شاید هم او همه آنها را در خواب می‌بیند. در هر حال توضیحی برای هیچ کدامشان نتوانست پیدا کند. فقط خدا را به خاطر این همه نعمت شکر کرد و خوابید. غروب روز بعد وقتی از صیدی بی‌حاصل برگشت، باز با همان صحنه روبرو شد. این بار با خود فکری کرد. فردا صبح از خانه بیرون رفت، ولی از پشت بام به صورت پنهانی وارد خانه شد و در گوشه مخفی گردید تا آن کسی که بعد از رفتن او به خانهش می آید و این همه در حق او خوبی می کند را بشناسد. ساعتی گذشت. ناگهان ماهیگیر با عجیب ترین اتفاق زندگیش روبرو شد. او چیزی را می دید که نزدیک بود دیوانه شود. چیزی که در عالم واقعی حتی نمی شد باورش کرد.
همان قورباغه زشت و گنده از قفس چوبیش بیرون آمد و پوستش را شکافت و از میان آن دختری بسیار زیبا بیرون آمد که صورتش چون ماه شب 14 بود و چشمانی به روشنی آفتاب عالمگیر داشت و از موهای همچون آبشارش هزاران هزار مروارید درخشان آویزان بود. ماهیگیر آنچه را می دید باور نمی کرد. با خودش می گفت بدون شک غذاهای دیشب با بدن من سازگار نبوده و مرا دیوانه ساختند و یا تنهایی چندین ساله عقل را از من زاید نموده است. دختر زیبا همه کارها را انجام داد و از خانه بیرون رفت و چند ثانیه بعد با کوله باری از غذاهای رنگارنگ بازگشت و آنها را در سفره آراست و همین که خواست دوباره به جلد قورباغه درآید، ماهیگیر بیرون آمد و به او گفت تو را قسم به همان خدایی که تو را به من رسانده، همین جا بمان و همسر من شو. دختر زیبا گفت اسم من مروارید غلطان است و خداوند مرا به همسری تو فرستاده است. آن دو با هم ازدواج کردند و زندگی تو هم با برکت و خوشی را آغاز کردند. خوشی آنها زیاد دوام نیاورد. در یکی از روزها که پادشاه ستمگر از شکار برمیگشت، مروارید غلطان را دید و یک دل نه بلکه صد دل عاشق او شد. خواب و خوراک بر او حرام شد و در تب و تاب عشق او میسوخت. پادشاه وزیری سنگدل و زیرک داشت. وقتی از او راه چاره خواست، وزیر گفت قبله عالم به سلامت باد، این که کاری ندارد، دستور دهید ماهیگیر را به قصر بیاورند، بعد از او بخواهید تا به دریا رود و ماهی دو سر سخنگویی برایتان بیاورد. قطعا او نخواهد توانست، آنگاه شما دستور قتل او را صادر می کنید و زن زیبایش را به همسری خودتان در می آورید. پادشاه از این حیله خوشش آمد و چنین کرد. وقتی ماهیگیر از نزد پادشاه برگشت، زنش آثار ناراحتی را در چهره او دید و علت را جویا شد. ماهیگیر هم آنچه را اتفاق افتاده بود به او تعریف کرد. مروارید غلطان یکی از مرواریدهای گیسوانش را به او داد و گفت فردا به کنار دریا برو و این مروارید را به آب بینداز و با صدای بلند بگو گل خندان، گل خندان، خواهرت ماهی دو سر خواسته است. صبح فردا ماهیگیر به طرف دریا رفت و به آنچه زنش گفته بود عمل کرد. ناگهان از توی دریا دختری به همان زیبایی زنش بیرون آمد که موهای او پر از گلهای رنگارنگ بود و ماهی دو سر سخنگو را به دستش داد و دوباره در بین امواج نیلگون دریا ناپدید شد. ماهیگیر خوشحال ماهی دو سر سخنگو را به نزد پادشاه برد. پادشاه و وزیر حیله‌گرش از دیدن آن بسیار تعجب کردند. این بار پادشاه با کمک وزیر از ماهیگیر خواست تا فردا عصر لباس همه لشکریان شاه را باید بدوزد، وگرنه او را به دار خواهد آویخت. ماهیگیر دوباره ناراحت به خانه بازگشت و ماجرا را به همسرش تعریف کرد. مروارید غلطان گفت این که قصه ندارد، فردا صبح مرا با خود به کنار دریا ببر و غروب مرا برگردان. فردا صبح ماهیگیر همسرش را به کنار دریا برد. مروارید غلطان باز یکی از مرواریدهایش را کند و به دریا انداخت. ناگهان دریا شکافی برداشت و مروارید غلطان داخل آن رفت و آب بالا آمد و او را در میان گرفت و از دیدها پنهان کرد. ماهیگیر تا غروب منتظر شد. هنگام غروب خورشید دریا دوباره شکافی بزرگ برداشت و ماهیگیر زنش را در میان آن دید که تمام لباسها را دوخته و بار شترها کرده است. مرد خوشحال شد و همه آنها را به قصر شاه برد. شاه این بار هم حرفی برای گفتن نداشت و مانند تنور پر از آتش خشم بود. پادشاه ظالم این بار نوزادی خواست که هنوز نافش نیفتاده و حرف بزند. ماهیگیر وقتی به خانه بازگشت ماجرا را به زنش گفت. زن گفت فردا به کنار دریا برو و یکی از مرواریدها را به دریا بینداز
و خواهرم گل خندان را صدا کن و به او بگو خواهرت میگوید بچه را بدهد تا تو بیاوری. ماهیگیر چنان کرد و بچه را به نزد پادشاه برد. پادشاه تا بچه را دید از او خواست تا در حقش دعایی بکند. بچه دهن باز کرد و گفت آتش آسمان تو را بسوزاند و هلاک کند. در این هنگام آتشی از آسمان افتاد و شاه و اطرافیان ظالمش را سوزاند و از بین برد. ماهیگیر بچه را برداشت و پیش زنش برد تا او را بزرگ کنند. اکنون ماهیگیر قصه ما صاحب یک خانواده خوشبخت و ثروتی فراوان شده بود. آنها بعد از آن در کنار هم زندگی خوشی را می گذرانند. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما را به دوستانتون هم معرفی کنید. ایام بکام.